کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان امروز قطعنامه‌ای به شماره 752 تحت عنوان حمایت از اعتراض‌های صلح‌آمیز و مشروع مردم ایران علیه رژیم سرکوبگر و فاسد تهران را در سطح کمیته از تصویب گذراند. ارتباط مستقیم داریم با همکارم شهلا آراسته در مقابل کنگره تا ما را در جریان جزئیات رأی‌گیری در مورد این طرح قرار بدن. خانم آراسته بفرمایید. این قطعنامه با حمایت فراحزبی جمهوری خواهان و دموکرات ها در سطح کمیته تصویب شد. الیوت انگل رئیس دموکرات این کمیته هنگام طرح اون این قطعنامه گفت که این تصویب این طرح حمایت ما رو در مورد حقوق مردم ایران و همینطور محکومیت سرکوب وحشیانه رژیم علیه اعتراضات صلح‌آمیز مردم ایران میرسونه. با هم میشنویم. In the past months I've been horrified by the images coming from Iran. در ماه‌های گذشته تصاویری که از ایران رسیده ما را دچار وحشت کرده. معترضین صلح‌طلب با آزارهای وحشیانه و بی‌رحمانه رژیم روبرو شدند و رژیم تهران اینترنت و دیگر راه‌های ارتباطاتی را قطع و سانسور کرد. رفتاری که رژیم با مردم ایران دارد واقعاً نگران کننده است. بنابراین خوشحالم که ما این اقدام را به منظور تأکید مجدد بر حمایت فراحزبی دیرینه کنگره از حقوق مردم ایران برای آزادی بیان و ابراز مخالفت شدید علیه روش‌های بی‌رحمانه رژیم اتخاذ می‌کنیم. مایکل مکون نماینده ارشد جمهوری‌خواه از تد دویچ و جو ویلسون نمایندگان دموکرات و جمهوری‌خواه بانیان این طرح قدردانی کرد و این مطالب را هم اضافه کرد. This resolution is an important step in responding to their protest. این قطعنامه گامی مهم در پاسخ به سرکوب اعتراضات مردم ایران است. فکر می‌کنم تحت کمپین فشار حداکثری آمریکا، تهران به ویژه فشار فلج کننده ای را احساس می‌کند و مستاصل شده و دست به فتنه‌گری و سرکوب بیشتر می‌زند. به نظر من زمان عمل فرا رسیده. تد دویچ نماینده دموکرات در این جلسه ضمن برشمردن سرکوب مردم ایران در تظاهرات اخیر همچنین به سانسور و قطع خدمات اینترنت و همینطور ارتباطات، زندانی شدن روزنامه نگاران و رفتار وحشیانه رژیم جمهوری اسلامی ایران با اعتراضات صلح‌آمیز و گسترده مردم ایران صحبت کرد و گفت که باید رژیم این رفتار بی‌رحمانه را متوقف بکنه و مردم ایران باید از حق آزادی بیان برخوردار باشند. جو ویلسون هم در بیانیه مشابهی در این جلسه گفت که ایالات متحده باید همراه مردم ایران برای دستیابی به آزادی و حقوقشون همراه اونها بایسته.